با خبر نیمروزی همراه ما باشید. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تحولات لبنان. باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست نتوانسته بفهمد کشتار زنان و کودکان نمیتواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. بر همه مسلمانان فرض است با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب آن را یاری کنند. ادامه جنگ افروزی رژیم جنایتکار صهیونیستی با بمباران جنون‌آمیز جنوب لبنان. رژیم صهیونی با انداختن ده‌ها بمب سنگرشکن آمریکایی بر روی ساختمان‌ها جنایتی بزرگ در ضاحیه بیروت رقم زد. حزب الله لبنان در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها تل‌آویو را با موشک بالستیک هدف قرار داد. وزیر امور خارجه کشورمان در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، جنگ طلبی رژیم صهیونیستی به حمایت نظامی و پشتیبانی سیاسی آمریکا متکی است. آمریکا در هر جنبه ای از جنایت‌های این رژیم دخیل است. نمیتوان همدستی آمریکا را در این جنایات نادیده گرفت. این یک ننگ تاریخی است که نتانیاهو به عنوان یک قاتل برجسته جرأت می‌کند در سازمان ملل حاضر شود. حمایت از محور مقاومت و حزب الله لبنان با برپایی تجمعات خودجوش در سراسر کشور. حامیان مقاومت با ابراز انزجار از جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی اقدامات بازدارنده در برابر اشغالگران را خواستار شدند. مرگ بر اسرائیل! مرگ بر اسرائیل! حامیان حزب الله در کشورهای عربی هم به خیابانها آمدند. و تراوت هوای پاییزی با بارش باران در 18 استان کشور. هشدارهای سطح قرمز و نارنجی سیلاب همچنان در بخش‌هایی از استان‌های شمالی پابرجاست.